سلام به همراهان همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خیلی خیلی خوش اومدید. بریم بدون معطلی با یکی دیگه از تیم‌های جام جهانی 2022 قطر آشنا بشیم. تیم ملی فرانسه. مدافع عنوان قهرمانی امیدواره که همچون دوره قبل بر بلندای فوتبال جهان قرار بگیره. تیم ملی فرانسه به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی در جام جهانی قطر حضور پیدا خواهد کرد. مدافع عنوان قهرمانی از سرنوشت تیم‌های قهرمانی که در دوره‌های قبل در مرحله گروهی حذف شدن به خوبی آشناست. فرانسه سال 98 قهرمان جهان شد، ولی در سال 2002 در مرحله گروهی حذف شد. همین اتفاق برای ایتالیا در سال 2010 افتاد، برای اسپانیا در سال 2014 و برای آلمان در سال 2018 و همگی در حالی در دور اول حذف شدند که در دوره قبل قهرمان جام جهانی شده بودند. حالا همه منتظرن تا ببینن این سرنوشت برای تیم پرستاره دیدیو دشان نیز رقم میخوره یا نه. اولین افتخار فرانسه در عرصه جام جهانی در سال 1958 رقم خورد. این تیم توی اون دوره تونست سوم جهان بشه و مدال برنز رو به دست بیاره. در دهه 80 هم حضور میشل پیلاتینی و ریموند کوپا باعث شد که این تیم در جام جهانی 1982 در رده چهارم جهان قرار بگیره و در دوره بعد هم در رده سوم قرار گرفت. بعد از افت چند ساله در این تیم در سال 98 بود که تیم ام ژاکه تونست قهرمانی در جام جهانی رو با هنرنمایی زین الدین زیدان به دست بیاره. دو سال بعد بود که این تیم قهرمان یورو هم شدش تا فرانسه قدرت بلا منازع جهان بشه. با این حال حذف تلخ از جام جهانی 2002 همه فرانسوی‌ها رو شوکه کرد، جایی که بدون زدن گل حتی حذف شدن. فرانسه در جام جهانی 2006 موفق شدش به فینال هم صعود بکنه، ولی این بار ایتالیا در ضربات پنالتی تونست فرانسه رو شکست بده. همون بازی معروفی که زیدان در دقایق پایانی یه ضربه سری به سینه بازیکن ایتالیا زد و از زمین اخراج شد و حتی پنالتی ها رو هم در زمین حضور نداشت. در جام جهانی 2010 هم فرانسه در مرحله گروهی حذف شد و وضعیت خوبی نداشت. در جام جهانی 2014 این تیم با شکست 1-0 برابر آلمان در 1/4 نهایی از مسابقات کنار رفت. ولی خب فرانسه در سال 2018 در روسیه تونست به عنوان قهرمانی دست پیدا کنه. خروس‌ها تونستن با برتری 4-2 برابر کرواسی برای دومین بار قهرمانی در جام جهانی رو به دست بیارن. این تیم البته در یورو 2020 در مرحله 1/8 نهایی به سوئیس باخت و حذف شدش و نتونستش به مراحل بالاتری صعود بکنه. اون بازی با تساوی 3-3 به پایان رسید. برای سوئیس در اون دیدار هرنس سوریس در دقیقه 15:81 و ماریو گاوارنویش در دقیقه 90 گلزنی کردن و برای فرانسه هم کریم بنزما در دقیقه 57 و 59 و پوگبا در دقیقه 75 گلزنی کردن. در ضربات پنالتی هم سوئیس 5-4 با خوششانسی تونست به برتری برسه و به مرحله بعدی صعود بکنه و فرانسه تو این مرحله حذف شدش. فرانسه پیش از جام یکی از بازیکنهای اصلی خودش رو متاسفانه از دست داد. پل پوگبا به دلیل معصومیت در ماهای اخیر متاسفانه جام جهانی قطر رو از دست داد. بخوایم راجع به ستاره های اصلی تیم فرانسه صحبت بکنیم، کریم بنزما که امسال موفق شدش توپ طلای جهان رو به دست بیاره و بهترین بازیکن جهان شناخته بشه، ولی خب یه مقدار سن و سالش هم بالا رفته. ولی میتونیم از ستاره جوان این تیم امپابه نام ببریم که اون فقط 23 سال سن داره و توی دوره قبلی جام جهانی هم که 19 سالش بود حضور داشت و موفق شدش با درخششش در جام جهانی قهرمان بشه. اون توی جام جهانی قبلی با اینکه سن و سال کمی داشت موفق شد 4 گل در
جام جهانی روسیه بزنه تا با قهرمانی در 19 سالگی خیلی ها اونو با افرادی مثل پله اسطوره برزیلی مقایسه بکنن. پله در سال 1958 در 17 سالگی برزیل رو قهرمان جام جهانی کرد و 4 سال بعد در 1962 نیز تونست به برزیل کمک بکنه که بار دیگه قهرمانیش رو تکرار بکنه. اما سرمربی تیم ملی فرانسه دیدی دشان هستش که این مربی خیلی سالی که توی نیمکت فرانسه حضور داره و از سال 2012 روی نیمکت تیم ملی فرانسه هستش. حضور او در این چند سال باعث شده تجربه خوبی از حضور روی نیمکت فرانسه به دست بیاره. اون در یورو 2016 میتونست فرانسه رو حتی به قهرمانی هم برسونه ولی در دیدار نهایی برابر پرتغال شکست خوردن و تیم اون نایب قهرمان شد. ولی فدراسیون فوتبال فرانسه به او بازم اعتماد کرد و از اون توی جام جهانی روسیه هم استفاده کرد و پاسخ این اعتماد رو هم دشان به خوبی داد و قهرمان جهان کرد این تیم رو. دشان تا بعد از جام جهانی 2022 قطر با تیم فرانسه قرارداد داره. حالا مشخص نیستش که چه نتیجه‌ای توی این جام جهانی میگیره و آیا قراردادش باز هم تمدید میشه یا نه. علیرغم اینکه توی 2 سال قبل در یورو 2020 عملکرد خوبی نداشت و خیلی از هوادارهای فرانسه نگران بودن و از عملکرد این مربی راضی نبودن. خیلی هم شایعه کردن که زین الدین زیدان قراره که بعد از جام جهانی هدایت فرانسه رو بر عهده بگیره و چه دشان موفقیت بتونه به دست بیاره و چه موفقیتی به دست نیاره، در صورت زیدان مربی بعدی تیم فرانسه هستش. بخوایم از افتخارات تیم فرانسه نام ببریم، قهرمانی اونها در سال جام جهانی 1998 با زین الدین زیدان و قهرمانیشون توی جام جهانی قبلی در سال 2018 هستش. اونها دو بار هم قهرمان یورو شدن، در سال 2000 و در 1984. بهترین گلزن فرانسوی ها تیری آنری هستش که 51 گل برای فرانسوی ها به ثمر رسونده. بیشترین بازی ملی رو هم لیلیان توران انجام داده که 142 بازی برای فرانسوی ها انجام داده. نحوه صعود فرانسوی ها به جام جهانی قطر به عنوان تیم نخست گروهشون در مرحله انتخابی صعود مستقیم داشتن. توی دوره قبل هم همونطور که گفتم موفق شدن قهرمان بشن. اما تیم فرانسه در گروه چهارم مسابقات در جام جهانی قطر با تیم‌های استرالیا، دانمارک و تونس هم گروه هستش. توی اولین بازیشون 1 آذر ماه ساعت 22:30 برابر استرالیا قرار می‌گیرن، 5 آذر ساعت 19:30 برابر دانمارک و از 9 آذر ساعت 18:30 بازیشون برابر تونس رو انجام میدن. گروه فرانسه گروه نسبتا آسونی هستش و احتمالاً در مرحله گروهی کار سختی رو نداشته باشه و سرنوشتش هم احتمالاً مثل قهرمانهای قبلی نیستش که نتونه از دور گروهی صعود بکنه. بازم باید منتظر باشیم و ببینیم چه سرنوشتی برای فرانسه رقم میخوره و آیا میتونه قهرمانیش رو تکرار بکنه یا نه. خب دوستان، این بودش این قسمت از معرفی تیم‌های جام جهانی قطر. حتما یه سرم به کانال ما بزنید و معرفی تیم‌های دیگه جام جهانی رو هم تماشا کنید. یه پلیلیست خیلی کامل هم توی کانال موجوده که تمام حواشی جام جهانی و ویدیوهای جذابش رو براتون توی اون پلیلیست قرار میدم که میتونید به این پلیلیست هم سر بزنید. لینکش رو براتون قرار میدم. حتما هم کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگولش رو فعال کنید که ویدیوهای بعدی جنجالی رو اولین نفر ببینید. یه دنیا هم سپاس برای همراهیتون و لایک این ویدیو. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون باشه.